با سلام یکی از دوستان در کامنت ها پرسیده بود که برای مسواک زدن ما باسی از چه فعلی استفاده کنیم واشن و یا پوتسن ما در درس های قبلی با هم دیگه یاد گرفتیم که چطوری میتونیم بگیم که من دستم و میشورم یا دستام میشورم دوستان که اون ویدیو رو ندیدن لینکش رو این بالا براتون میذارم میتونید نگاه بکنید و ببینید که چطوری میتونید بگید که من دستم و میشورم یا پامو میشورم و غیره به طور مثال ایش هنده حالت رفلکسیو داتیو هست و بعدش هم دیهنده میاد حالا برای مسواک زدن چطوریه من بخوام بگم که من مسواک میزنم باعثی بگیم که ایش پوتس میادید سینه ایش پوتسه میادید سینه ایش پوتس میادید سینه ایش پوتس یعنی من دارم اسفاک میزنم در اینجا میبینیم که فعل پوتسن استفاده میشه که به تمیز کردنه رفلکسیو هم هست یعنی با حالت رفلکسیو دات میاد و بعدش هم دیت سنه با ابزای دوستان ماینت سنه اشتباه است ایش پوتس میاد ماینت سنه اشتباه دقت بکنید واسه دی بذارید ایش پوتس میاد دیت سهنه. کامل تر بخوام بگم میگم که ایش پوتس ناختم اسن دیت سنه ایش پوتس ناختم اسن دیت سهنه. یعنی من بعد از صرف غذا دندونامو مسواک میزنم در جمله بعد میگم ناختم فروشتک putze ich mir die Zähne. Nach dem Frühstück putze ich mir die بعد از صبحانه دندونامو مسواک میزنم. در اینجا میدونید ناختم فروشتوک جایگاه یک جمله است بعد فعلش پوتسه هست بعدش ایش و بعد میاد در جمله بالا ما جای جمله بندی رو یه مقدار تغییر دادیم. فقط نکته مهم اینه که فعل همیشه جایگاه دوی جمله میشینه. خب پس چی شد؟ ایش پوتس میاد دی یعنی من دندونام مسواک میزنم. گذشتهش چی میشه؟ بخوام بگیم که من دندونام مسواک زدم. میشه ایش هاب میاد دی سنه گپوتست. ایش هاب میاد دی سنه گپوتست. ایش هاب میاد دی سنه گپوزت. یعنی من مسواک زدم. سوالش چی میشه؟ بخوام بپرسیم که آیا دندوناتو مسواک زدی؟ هست دی دی سنه گپوتست. هست دی دی سنه گپوتست. پس تو دیگه دی تنه پوتست. یعنی آیا مسواک زدی بله دوستان این هم از مسواک زدن که قطعا در زندگی روزمره خیلی به کارتون خواهد اومد حالا شما با عنوان تمرین بگید که من دیشب دندونامو مسواک زدم امیدوارم دیدن این درس کوتاه لذت برده باشین دوستان تا درس های آینده بدرود